دادگاه عالی بنگلادش روز دوشنبه حکم اعدام محمد قمرالزمان از رهبران حزب جماعت اسلامی که بزرگترین حزب اسلامگرای این کشور است را تایید کرد. یک دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در بنگلادش که در سال 2010 تأسیس شده، طی ماه‌های اخیر به محاکمه 11 نفر از رهبران و فعالان درجه اول حزب جماعت اسلامی و حزب ملی بنگلادش با اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دوران جنگ استقلال این کشور دست داده است. این دادگاه هفته گذشته مطیع الرحمن نظامی 71 ساله که یک رهبر دیگر حزب جماعت اسلامی است را نیز به اعدام محکوم کرد. این احکام با اعتراض‌های وسیعی در کشور روبرو شده است. دولت بنگلادش مدعی است در جریان جنگ استقلال حدود 3 میلیون نفر کشته شدند. ادعایی که مورد تایید گروه‌های مدافع حقوق بشر نیست.